چی خاطرات بد داشتیم، بسیار به حد خاطرات بد داشتم. شرایط جنگا یادم آمد بچیم، سر زدم به مو دورانا و به مو جنگا ها که چی راسته خود کردیم خانه افتر همه تا رای مورا خوش آمدی بگویم، همه تا رای ناظرین سلام امیرست که خوب باشین و بازم خوش آمدید به برنامه قصه های خانه زبیده و خانه نفیسه. اما تو که از شروع معلوم بود دیگه امروز خانه نفیسه و خانه زبیده بر ما از دوران جنگ قصه میکنه، از دردای خود قصه میکنه، این که چقدر مشکلات را دی وطن ما متحمل شدن تا که تا اینجا رسیدن و از دوران جنگ به ما قصه میکنن. امروز خانه نفیسه از مو اول دلت هم تو پر بود خیبا شروع کنیم قصه که بر ما زمانه جنگ دلم خیقدر غم داره که به حد به اندازه نمی شرایط جنگ بود. آرد پیدا نمیشد، روغن پیدا نمیشد، روغن ها آوردمش از جلال‌آباد منی بود در کابل، آرد منی بود، بسیار بد و زیاد روغن همی آوردیم، هم به حساب سودا میکردیم یک چیزش، هم یک قوت لایموت خود میکردیم. بالاخره که یام بند شد سر ما دیگه چه قسم راکت نه بچیم باران وارم. ما در یک مکتب ماجر شدیم دمی سر قلای نجارم، یک مکتبه کم تو یک چند اتاقت داشت دیگه، در اولی و دروازه و چیزا نداشت، فقط همه تو اتاقت ها مثل کوته سرای ما رو دنموری سرد بود بچه که جمعی رفتیم کوچه بردیم، کوچ در کجا کوچه در کجا برده تانستیم ای خدا می بردیم یک جلو جپن در کشیدیم کم یک سرپناه شده کرد. از رای شاشهید اون تو دوره که می رفتیم چاراسی ها، از رای چاراسی ها ریشخور، از رای ریشخور دوره کرده ارای چلستون رو یا می آمدیم پشت یک چارکه کار که می آمدیم که در باز را کتا که می زد در این مفتادیم یارد باد باد می شد. باور که بچه ایم که یارد که تمیری جمع می کنم، این واقعیت داره، این قصه نیست که لاف بزنم یا پف کنم، اصل واقعیت زندگی مردم افغان هاست و از خودم از شخصم. یار تیک میشد که تمی خاک ری پس جمعش میکردیم، چون گشنگی بود، پیسه نبود، کار نبود، قلتی بود، جنگ خب به اندازه آخر بود و ما در خط اول جنگ بودیم. از این سو پنشیری ها میزد، از این سو گلبودین میزد، از این سو دوستم میزد، یا گلم جمع میزد و بخواه دوستم میزد. خیال بود تا اوضاع خراب بود، بسیار شرایط بد بود. یک روز هم تا قرار شیشتیم دیگه همی کلگی ما این مادرک هم صبح وخیست کالاشش سمنک انداخته بود، سمنک رفت او داد گو بچیم به بیست یکم روز هستک خیمه برم ممی خانه بالا را فرش کنم، کس که روی گیر بود بالا برم، کس که روی واز روی لچ بود با این بیا یکم برو سعیز مادر جان. ما دیگه توشکا را کشیدم یک دانه اگه کلیاف صندلی داشتیم بچیم، کلیاف صندلی را کندم که پوش توشک جور کنم که مقصد حالا یک ذره اگر ستره شد و کم یکی نیمه میره و میره خانه خود چور شد، مال حالا ما چور شد دیگه یه چیز خدا هم داشت مفی سنجه کیمان هزی جایی رفتی من قرار پایین صفحه شیشتم که پوش های توشک ها بدوز اندازه دیگه یک توشک انداخته دمیدوی زمین اندازه کرده میرم و پوش توشک ها قیچی میکنم که بدوزم دمیزیر ماشین انداختم که دوختم که یک دفعه
گرم بسه نفهمیدم. بگوی که یک آدم حامد ناگاهانی یک سلی دمید سرم زدن گوشم بونگ است نکرد. چشمایم بل 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 آتش میداد که بدون مزاق میگم. اینمی سنای فیلم که یکان تا میگه سنای خیالیست ولکن واقعیت دارم. باور کنه که بگی که یک آدم صدا کنه که سر تا پایین که سر ماشین اینه بدون مزاق میگم من اونجا اینه من سر ما ماشین سر ما در سر ماشین پایین که گرفتم یک دفعه یک صدا میگه یک بخیه چهار طرف تر پار میخیزم من چشمای من میشقم سونه سعی میکنم درخت سعی میکنم با زمین سعی میکنم باز تشت کالوشی مادرم سعی میکنم کجا ماندگیزا او سونه سعی میکنم که مرغ یک لنگه است تا چرا یک دانه گرگ داشتیم او سونه کردکا گرگ افتاده مردار شده دیگه مادرم در آسمان میپالم عدسته که وشی زده شدیم میپالم آسمان یاره خوب چشمای ما شقیدم دیگه چشمای ما آتش داده میره آتش داده میره چشمای ما شقیدم بی گفتم سعی کن مادر من هنوز هم پرود کرده ولی خود راکت تو نرفت دیچه دگه با چند دی مادرم پرود کرده باز میگم نه نه خود باشم مادرم خب باز دل نادل میرم در سر دشت کالاشی هستی میرم که سعی میکنم که راستی مادرم افتاده همین شورش میده دور از خودت باشه دور از خودت باشه اما حال جان شورش مادر 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 بخی راکت ها خلاشتون میگ راکت آمد خود بخی بخی که قیلش میکنم ریشه دل میتونم که دانم پت هست چشمان پت هست دیگه پولی از یه آرس همیم شیشتم آرس همیم که نیم قسمتش چره خورده بود کل کندخته بود از هر خود کشیده بود دیگه این پایش پتش از اینجا تا اینجا چیره شده بود ایسیش از اینجا اینجا شقدر غار هم قصه بسیار جالب است و هم خدا دیگه از خنده نگاه کنه هم خنداور است که حال یادم میاید خیلی هیچ فکرم نیست اونا از یار سمک یار سمان پلی مادر میشته بود کالاش میداشت بوزو بطارت روز بدان روز 21 روز سال 72 یه خیستیم این مادر مکروش بالا کردم چشمشان پت از دامشان پت است دیگه از خود نمیفهمم که مچره خوردیم هیچ از خود بوی نمیبرم که مچره خوردیم امی دویدد امی دویدد امی قفا میرم که پشت گردن من تکه هم که تر هستک کمک خون هستک خلاص دیگه فکرم نه که خون هست امی تکه هم سیل کردم خلاص دویدد دویده بر آمدم در کوچه در کوچه بر آمدم که کل گلم جمع دیگه نمی فهم که چه قسم چیغ زدم چی گفتم یارم خب مقصد یک گلم جمع آمد امی دیگه دستای خود در پشت کمر خود گرفته آمد سرکه ای گفت نباشه گفت این فیصله هستم نه گفتم این فیصله نیست همیالا گفتم می از اینا پایان کنیم سرش در اینا اینت یک دکره خورد یه خر زد پتشم خودم پت کرد دان خودم پت کرد نه گفت نباشه فیصله از مدگر نه نه این فیصله نیست بیا در جان جور تیار است که از پوست ناپاک است که بیسر شده یا زوب کرده همین دکار است این جور است اینه ببری شفاخانه خب از زور یارم کم گرفت و میره بردم شفاخانه یک وقت در موتر تانگ قماندان اسماعیل نام داشت قماندان اسماعیل دیوانه این تانگ آوردم این زخمی های ما را کل ما را برد در تانگ انداخت و رفتیم رفتیم اک کلینیک برد ما را در کلینیک جک شد حالا بچه ایم در تانگ خودم بالا شدم دیگه در دلم چی میگم مادرم هم مادر جان اگر بچه هایت نیست من هستم این از شنگ توشه که در مادر ما گرفتیم در دلو چیز نگرد خیره نفیسه جان دیگه این روزا سرم آن شما در تانک بالا میشیم در تانک بالا میشیم که در تانک یار سمی میشته هیچ متوجه از این نیستم غرق جان مادر هستم که مادر چشم خود عوض کنم که سعی میکنم سن مادر من تو مادر بخی که قماندان اسماعیل دیوانه در تانک اختار ده در تانک قماندان اسماعیل دیوانه بالا شده این صدانه که یک دفعه یک صدا میای از این بغل دیگه دست خدا منم ده دلاشه خود گرفته گب نزن گب نزنم شما را کشیده لق لق گب نزن چه بوده بگی مادر تبار غرز نگی کمیسی مش سر کن بگی گفتم سلوی احمد جان گفتم توستی دیگه از این ترس حالا یک نمت دیگه خدا گرفتیم یک دفعه سنو مادر سعی میکنم یک دفعه سنو از اینکه جب بسیار دیگه درد آور بود برم همون ساعت خدا داد خودم کشیدم سعی کنم
خیره نفیسه جان دیگه دیگه نخون نخون میترسم بگم یک دفعی سرم دست نندازه باز میگم یک دفعی باز مادرم نخیزه باز برون نواسی دمیم خواست نخواد چیز بگه یه خواسته وقتی که از تا رسیدیم دادان کلینیک از کلینیک دادان که پایان شدیم که را رفتم هم میتانم آلی جا چطور میشهر ما میگلم جمعام کلشان چی وضعیتایشان خراب پایان شده را میتونم پدر جان گفتم دیدیم که شما مده پای بالا شدم دادم اما حالا من را رفتن هم میتانم من را رفتن هم میتانم دیدم که ای گم نباشه گفت خیر از تکان خورده اصابت بیا بیا یکیش در زیر کلم در آمد یک زیر در زیر کلم در من پردم بالایم کرد در شفاخانه پایینم کردن استان شفاخانه بردن من شفاخانه که سهل کرد بفیق علاج شیجه نمیشد این اصلی به سرخ ببریم باز اصلی به سرخ مادرم شوهرم آمد چیگه بگو بلیاز خدا گفت این آلکل مار ضربه میکنه یک ذره خدا با حال بگی نگفت مادرم از سیروم تیر که نمیتونن مرا بانم که من خودم مادرم سیروم شد تیر کنم اینا در بند پایش هر جای شکل سوزن میزد برخ 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 خون گلابی می برام مثل دانی انار آره یک زیجه خیست دار آخر یک دفتر برو گفت اینا من از سیروم شد تیر کمون سایی که سیروم قطره قطره میچه گیر در قلب پایش مونده بود من همی پامیدم بزان پامیدم دیدم که یک دفعه می نگانی صدای پدرم دمی گوشم همه بچه هم مرده تا دیدی هم زنده تا دیدی باشتم اصلا کردم که هیچ کس نیست یک شوهرم بشوریم شیشتر خلاص خیستم از همینجا گفتم من حال فهمیدم که مادرم مرده مادرم شهید شدن مرابانی که برم پیش مادرم مرابانی خواهد گفت خیلی تو نرو پیش مادرم تو برو هم چارپایی رو بکش بیکار کن که جنازه شب بریم خانه خدا بال بگیم شستشویش کنیم خواه دوران سابق بسکت وقتا که می آیم زبایده جان خواد بسیار سخت زاده یادم می آیم همی چیغ می زنم قرص همی چیغ می زنم قیصم کجاست همی سب زنم یادرم دیده دیده دوریم آورد تا وقت هیچ کسی یادم نبود که من کس دارم ندارم من بیادر دارم ندارم من زن بیادر دارم ندارم من بیادر زادم هیچ کس خدا در یادم نیست که پس دوباره در خانه در زیرای قولم در آمد انا آوردن من گفتیده ببریم سلی بسا خود نه من تا که جنازی مادرم را دفن نکنم من همین دیگه شرایط جنگ بود روزا بسیار بود بود یک بیادر رفته بود بشد تا خب مرگ می رفته از چاراسی ها می خرید می آورد سودا می کرد که باش که روز روزگار ما بچلن یک لقمنان یک دوتا نانه می آفتیم پرچه پرچه توتا می کردیم پیش روی خود تقسیم می کردیم بچیگه هم می خوردیم کس گشنگی هم بودیم که اینجا مردم که بیادر زاده کمی قیز چیخ زدم انسان زن بیارم گو نشتا بلی از خدا با حال بیا با حال بیا این قیز زنده است قیز شکر جور تا از نمو دقیقه در داخل خانه بردم شد بچه بر با اسکول دونی در داخل خانه کن از جا خیستیم امروزش نرفتم سالی بسال سبایش که رفتم دکترها که ماینه که دید گفت نه گفت چه خواهی زخمی شدی گفتم دیر و ساعت نو بجه بود دش بجه بود گفتی زخمای تو بعد در روزن پانزه روزن ایمانه کل شهر چاپ گرفتم وقتی که ماینه کردن دیدن عکس سر ما گرفتن عکس پای ما گرفتن عکس کمر ما گرفتن حالا من چرا هست ولکن میده میده از کردن هستم برابر یک دانه ماش هستم وقتی که دیدم صدا که هم گفت که نه گفت پایواز داری؟ گفتم بله پایواز دارم یازنیم از شوهرم از همشیریم هستم نمی همشیریم هستم یا گفت تلویست گفت یا کدام شوهرت هست؟ گفتم این شوهرم هست یازنیم هست همشیریم دور از شما باشه می آیستم گفت نه با حال از حسابش بجای هستم باز از پایوازای پرسان کرد که چطور هستم بازو ببخشی بازو از با پرسان که آقا گفت دیرو ساعت های همی هشت و نیم نو بجه زخمی شدن گفت هیچ خون در وجود از این نیست خون از این بخی خشک شده در بدن از این میره ببرین دورانا بود خد هر زمان که تکلیف برش پیدا شد باز بیاریم به امور زمان که خون پیدا کنه این عملیات میکنه دیگه از رای چاراسی ها میامدیم نه جوچه را میدیدیم نه سرک را میدیدیم نه خامه را میدیدیم نه جغل سنگ را میدیدیم
کمیلاکت میامد خود گزلک منداخت میکردیم. دیگه آخر نشد مجبور شدیم که رفتیم سر پاکستان. سر پاکستان که رفتیم در از خارم برایم کن میریم طرف کارتین او که در پوسته راکت خورده دیگه نسبت از یه جد که یه تنه است کله نیست پای نیست دست نیست اما که بالش دوار تنه افتاده دیگه ملاریا هم گرفتیم که چطور ملاریا شدید گرفتیم این چند وقت بادش است ملاریا شدید گرفتیم که این پای ما در پای ما میمانم که پای بند میشه قریب از دری بفتم که سعی میکنم که نصف تنه اینما قدر تنه نه دست داره نه پای داره نه کله داره در پیش پای دیگه دنبانه کم سفید بیاد این ما این پاچه اکایم کدی خونی اکی شد کدی خونی اکی شد اونو ملاریا اونو موجا اونو مو بود و همی چیخ زدم چیخ زدم و سنسون سعی کنم که دست پای هر طرف دید است از همو جا که چیخ زدیم دیگه که ملاریا تا به امروزی روز از پیشم گریخ در بچیم دیگه ملاریا نگرفته من این همی دردا و کل اگی سنت خودم این نفس تنگی خورچان نگفتن همانه که این نفس تنگی از امو زخمی بباد بر من مان که تا حال را اگر دوا بخورم سلفیم خوب است کم است اگر دوا نرسیم هر دقیقه سلفه همی کنم درست از بیندای عزیز من انتقاد پذیر هستم انتقادهای تا نمی پذیرم ولیکن ما از بسته که بخیر با می سلفه عادت کردیم و هر دقیقه سلفه می گیریم بسیاری وقتا که نمیشه باز دستم در کار بند می باشه چاره رو متماندگی است باز هم صبح تو سلفه می کنم که حفظ دارم در خانه خانم برم بخاطر که اگر دست بگیرم دست مکرو بشه و ماکس گرفتن نمیتونم بخاطر که از ما برن چی دارم چون از سیاست ها دلم تنگی میکنه نمیتونم کاش که از همین قصه ها عبرت بگیریم سک و چی حالا و چی بدبختی ها و چی روزهای بد را تیر کردیم گشنگی را تیر کردیم اشتکک ها میرفتن پشت نان یا آرقاتی آمد بیاردی آمد آرد ساجقه که داشت مسجد چیز نانبایا توزیع میکرد میرفتیم شب تا صبح پیره میکردیم که تا نوبت ما برسه که یک تاگک نان بخریم دیگه در تانگ تیل میرفتیم شوکی میرفتیم شب تا صبح در تانگ تیل تیر میکردیم که باش که نوبت ما برسه که یک 5 لیتر تیل بگیریم دیگه خود خداوند تعالی یک آرامی و یک صلح را در افغانستان بیاره که بسیار خسته شدیم بسیار ملت رنجیده و داغ دیده هستیم دختر جانم خان لفسب درست میگین یعنی فکر اگر فکر کنید شما کل عمرتان در جنگ تایی کرد بله بله امینه ما آرام نیستیم و خدا این یک سر سر تا سری بیاره خان زبایر این گلم جمع چی رقم مردم بودن؟ چرا جنگ میکنن؟ بچه این موابدن جنگ میکنن گلبودین و گلم جمع در شاشه ایت خانه بودم نفر بوده گلمجم خواه یک دو گروه بود دیگه نام خدا مانده بودن پیره میگم گلمجم او را میگفت این نفرهای جل بودی ما بسته خانه خدا ایلا کردیم کل چیز خدا ایلا کردیم من یک دتا که چوچه داشتم اونا مورا گرفته که سما جان رفتیم بگه در می هر طرف بگرد بگه یک همی قصه یادم آمد که نانبایی نان میگرفتیم رفتیم ما و سما جان ما چوچه کار در بغلم گرفتیم شیشم سما جان رفت نان بگیرم دیگه تو یک بابا دیگه گریان میکنه میگه ولی از خدا همی نان بر ما بتین ما پیسه ندارم خو هیچ کس دو بخواید پیسه ندارم نیه که دالت بدبختی زندگی میکنه همونجا میگه که نمی دختر ما بگیرین پای تا نان با ما بتین امیر خیر اگه میگیرین بگیرین به ایواز که ما پیسه بتم همی طفل ما با شما میتم همی پای تا نان بگیرم که دیگه طفل های ما در اون اصلا دیگه جانم که قدر گریان کردیم قدر گریان کردیم که بی اندازه خدا با بخش سما جان ده دانه نون برازی خریده داده و طفلش ها مفتا پدر اکم بگی طفل اکتا گرفته برو اونم بسیار یک تلخ بود هر راکت بود که میخورد ما قدم قدم پای میمونیم پشتا میدیدیم که باش که دیگه نفر ما هستی یا نی که ما میریم پشت سر باز سعی میکردیم باش که هستی یا نی با اونو تو رالر دیگه دعا میکنیم خدای پاک دیگه یک آرامی دیگه بخی بس شدم جنگ همی جوانای ما با جنگ کلان شدن طفلای ما با جنگ کلان شدن هیچ نمیفهمن که صلح آرامی چیه با خدا بسیاری روزها این دخترک می میگه شما ایش کردین مادر جان سابق دم و خرترکی تا ندقل خارامی را دیده بدین خدا کلانی تا کلان کشین دارسی کردین جنگ دوا شروع شد پیش از او این دوران داود خان دوران زایر خان قدر جنگ قدر چون که جنگ نبود دوران زایر خانه جنگ نبود
دوران داود خان هم قدر جنگ نبود، یک کودتای داود بود بس خلاص که با پادشاهی را از پیش داود خان گرفتم. من دیگه یک شش ماه هزار سین تیر شدم. خب گمش که دیگه چی در سر بتم تانه چی خداوند تالا هدایت میکه بتا همه برادرانم. خب پا وطنهای عزیز، داغای دل ما زیاد است، رنجای دل ما زیاد است، چون در شرایط جنگ افغانستان در خط اول زندگی کردیم، بسیار داغ دیده و رنجیده هستیم. ما چه کنیم؟ هر قدر که بگوییم که قصه های ما خلاصی نداره. من یک دفعه به خدا خوان نفسیت فکر میکنم که ام انسان غیر از یک تکه امرای خود هیچ چیزی دیگر نمیبره. اما قدر جنگ به خاطر چی؟ اما قدر دولت خواستن به خاطر چی؟ اما قدر به خاطر یک مثلا مردم جنگ میکنن که وطن ما رو بگیرن بخاطر چی؟ میگم مردن حق است، کفن در شک است، هم کفن هم در شک است در این شرایط فیلی های برسن هست. بچه جنگ دارین بلیاز خدا، بیاین هم دست چوین، هم مشت چوین، کابا چو و وطن ما، همین نوجوانای ما یک ذره اگر کمسر بالا کردن، حداقل روز خوب و خوبی بینن، یک سو گشنگی، دیگه سو بیکاری، دیگه سو بدبختی، چقدر چی حال است، چی روز از خدا یادگر. تو یک رحمت بیاری، یک سلو سر تا سری را در تمام جهان بیاری. یعنی من مثل بونه که از خواب میخیزم اما الان فیسبوک را چک میکنم، میبینی که یک مرش چهار انتحاری شده. مما بگی خودت پاکو اون چی که هر روز سعی کنه که در خانه میزنه همسایه را جمع که در روی سخنرانی داری بر از اینا کرس پر بیان نیست. آله قاعده بگی خودت پاکو. من هم یال باید دسر سرک باشم، من تو پایچا بلان یخم کردم دیوانه شور و رو تو بگردم سرکش جمع نگرم. مرد خانه اینجا بندی کردی زن همسایه را، الان دختر همسایه را چی کار میاره؟ سبای نمی سر ماشیق میشه دقمش میمانم. خودت میفهمی که من قصد زواج ندارم. چرا قصد زواج نداری؟ آینده تا جور که بچه تا که سر بچه الله داشته باشی بچه از سبانی و خمیان هم شدم. یک زن هم سایه مانده بود آخری میگرد سرم نه؟ نه خیانی و یار جمع کده گفتی یاد داده اینو لخانه خودت لخانه خودت سر بچه گب میزنه نه؟ صبح در کچه هم نمیمانه من مطمئن هستم خودش گب نزنه ده دیست بچه های خود سنگ میتوه که بزنین نه خدا نکنه بچه آل تخ لوده لوده توی نیستی که ترا بزنن آ بچه چرا بزنن تا لوده توی از مردم سنگ باران میکنه جان مادر ترا چرا سنگ باران کنه جان من یه خود سنگ چی آشقانه سنگ میکنه طرف سنگ نکنه دختر گناه داره طرف نه سنگ از یک دختر که ازیاد میفی به خدا که بیفی تو طرف میگی فسایکو تو طرف میگی فسایکو مقبول بود که نه تو سایکو یک دفعه در ما نه سایکو یک دفعه خیره یک دفعه ما بچینیم بسیار بچه ساده دارم بسیار ساده و لور و پور است بیخی لوده است لوده ای دار بچه های بمانه بچه خب من تو لوده ساختی نه خیره ما باید این حال دشار باشم چند تا بادگار داشته باشم رفیق همون تو سرخلاص سر هیچ کس جمع نگیرم اما هر که طرف این دار برد بگی بچه خاکش کنو مینامی تو آل ما میرم کل اگه سر روش خنده میکنه در کوچه و بود خیر است که ساده استی خیر است که لوده استی به من قبول استی نه 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 یعنی زن هست که مادر باید کنیش خانه سعی میکنه نه نه سوار روز پیش پدرش که بریم میگه بیتی دلگ افغانی شوی موف گیر کردن دیگه زن شد بیتی دلگ افغانی سر موف کنه آبا چیم حالا ای خواه رسم ای خواه اینمی مود یک رواج حالا کشیدن و همی دالرکی ها دیگه بگویم برد حالا خب چطور میکنی خب مجبور هستی خیر است حالا اگه تو قطعه شیش داری من پدر من میگم که نگیرت پیش من پدر من میگم بگو کلیاز کنه خیر بچه همی 50,000 تویا نمیتم آرسی دو تا نمیکنم ایچ اتنام نتیه برو برات خاله زنه اینه بیجه هستم دیگه ایش نمیرم خاله آفر اینی دختر هم میگیرم نه نه اینی بی دختر که از در زندگیش مصدا اینی به درد میخوره خودش میفهمه اگر نه صبح که شد اونو اشتوک مشتوک و خلای خلای کامد باز میگه که خرچش تو بیتی دیگه اشتو میتی باز شوی موفتن میخواین ایرام تو بته مفصدی سکو بچی میگه امروز که شا شدی دلخوشک شدی فردا در غم تیل نمک شدی اتناشا که با سبار زینان کار داره لباس کار داره خوراک کار داره بازم مشکل بخم باشه من عروسی نمی آله نان و لباس بخو باید بیتی او رو بس پدرم میگیرم یک چند جور رو بگی بس از دیگر آره یک چند جوره خوبه کلو با چند سال شد یورا جوری یک شد کدام کلوی کنه از خودت نمانده؟ بسم الله پلارس مره کنه کشت کنه کنه نه نه مره تیر از امان روسی تیر آه
اما تمام اجازه سلام امید از جور و صحت مند و سر حال باشین. سلام سلام خدمت خانم نفسه نفیس حالا زبیده محال واک مندار هستم جور و صحت مند سر حال باشین. من خوبید من برینجا چون بسید خوش آمدید تشکر لطیف بروت خیلی ببینید من برینجا چور در پشت من داده بودم کیسو بگر بسو بگر دینال بیار اتر از که بچه گلم برینجا بخاطر که در دگه برنامه ما پلان داریم که یک چیز مزدار پخته کنیم ام دفعه بیچینیم تیار با نمیشم باز بایده جان اکه خواستیم در دگه برنامه خود باز برینجا یک چیز پخته هم بکنیم برینجا بخاطر برد دارم کم ورزش ده خوب هست خوب هست خوردم که از قرنای از قرن هجر هستم خورت قصه که از زمانهای جنگ وقتی که جنگ بود راکت ها که میابد خان نفسیم قصه کت خواهد بایدم قصه کت خورت اون وقتا چی میکردی؟ ما اون زمان نبودم معلوم نیست که چی میکرد چرا نبودی؟ این کسا نبودی؟ 12 ساله خدا فکر میکنه بابا بول بالا من امیر از خان نفسیم که بیلمون میشی ما اول بخواه خاطرم سکنم از دفتر برآمدم رفتیم طرف گلای دواخانه اوش می رفتم یک تا دخترک از روبروی ما اومد حتی دخترک نه بوده 35 بود گوش که خانده در اسمای موتر استاد بودیم در اسمای موتر استاد بودیم طرف اون سعی میکرد خندگرگ میکرد من دیگه شدتم او که مقبول مک نیستم که از من خوش آمده باشم حتما نگاهی به یک چیزی دارم کیتم باز تیر خواهردم باز دارم یک گوشتش رو سعیدم که باز خندگرگ داره رفتم بودم سلام خوب هستیم شکر میگه خان خندگی داره گفت تو چرا ادای آدم های کلان به در میاره گفت چرا بروت ما نیفتی نه قبچه نیستی حالا چی هست آره میره قبچه نیستم خواب تو بالم میشی چی هست نه یادم مانده کم بیش البته از جنگای داخلی یادم نمانده ولی شنیدم که واقعا بدبختی بود در بدری بود ما دروی ازو بزنو دروی ما بزنی دروی ازو دروی ازو خلاص همین چیزا ما تنها چیزی که یادم مانده اولین باری که طالبان در منطقه ما در قریه ما آمد بعد از اون بود ریزه بودیم دیگه که پدرم گفت جمع بشیم در مسجد گفت طالبان میاد دیگه من گفتم که حال خوش در پیش خود میگفتم چون کدیم ما خود چی نمیکردیم چه قصه میکرد ماشین نمیکردیم میگه طالبان میاد اون موقع یادم است که دو سه روز اینا جمع شد در مسجد در روز جلسه میکرد میگه طالبان میاد کلاگیر میزنه میکوشه نه میخوام چطور کلاگی در وحشت زندگی میکرد کلاگی یک ترس و ایراز داشت یک قسم وحشی زده وحشت زده بود بیخی همی کوچه و در چیز سرک و کلش نمت وحشتناک زده اشغلت کم خون خون نریخته خونهای جوانهای بیچاره بیکار تفلک های ماسوم پا تا ای که واقعا خیلی وحشت زده بس تو بودی که طالبا آمد؟ طالبا آمد یک بعد از اون بود که ما رو گفتن که بریم از سرک پایین شدیم ما رفتیم در بین زمین ها در بین درخت ها قایم شدیم که موترهایش آمد تقریبا 100 موتر بود که یک جای آمد کلگی مسلح گفتی که در خبرها که میگه یا در چی که میگه میگه تا تندان مسلح و اونمو رقم بود آمد واقعا خیلی روزی بعد بود دیگه ما ندیدم که واقعا طالب های چند مدت بود تا ای که پس آل جناب ها آمد دخالت کرد زدن و بازگردوادی کرد دیگه فقط امیقه امیدوار هستم از خدا میخواییم که دیگه اون روزا تکرار نشه آه که مردم عبرت بگیرن این را بازی باشه سرسبز باشه آرامی باشه صلح باشه من فهم میکنم خاله نفسه من جا جار نرفتیم یک چند کشور هم رفتم که متاسفانه یک از کشورهای همسایه که نامش نمیگیرم 3 سال پیش اجرای تئاتر داشتیم رفتیم واقعا ما گروه ما اینجا بود یک گروه همو کشور هم اینجا بود گفت یک گروه از افغانستان آمده گفت اصلا افغانستان با کدام جرأت میاد جشنواره بین المللی میاد ما رفیق خزر می گفتم سعی گوش کدم مورد ما تو چه قضاوت میکنن ما و شما دل ما خوش است ولی ببین همسایه ما تو مثلا این قضاوت میکنه میگه افغانی جماعت با کدام جرأت آمده در این جشنواره را پیدا کرده میگن میگن میدان های هوایی که میریم از هیچ کس پاسپورتش چک نمیشه ولی از ما سی دفعه چک میشه در داخل تیاره از سر ما چی میگم تلاشی میگیریم اینقدر آدم زور میته کلش عزیز خود ماست کلش در نظر ما عزیز خود ماست وقتی ما خود ما اتحاد یک پارچگی برادری برابری اتفاق نداشته و بستگی نداشته باشیم نیستیم ولی متاسفانه ما که میبینم از بالاها خراب ولی مردم ما در ولایت هایی که من رفتم این چند روز پیش مثلا جلال آباد رفتیم سروبی رفتیم مثلا در خیلی جا ولایت ها رفتم که نامش نمیگیرم
مردم ها واقعا دیگه خود دوست دارن. من خودم شخصا در ولایت های رفتم که نه از قومم بود، نه از مردم ما بود، نه از خشم بود، یک رقم انسانیت کرد که من به خدا از پیش من رفته بودم میگفتم که خب آدم تا که هر کس در یک جای هست در یک نقطه برش کج فامانده میشه، کج معرفی میکنه. وقتی برخورد مردم هم میبینیم واقعا آدم اونجا احساساتی میشه، میگه نه مردم هیچ مشکل نداره با این خود، ولی نمیمونه. فقط زیاد چی بگویم، کلگی خودش میفهمد. امیدوارم که عبرت بگیره. خب خیلی از بچه ایم که در سابقه ها که دارسی ها میرفتیم خارجی خانگکی بود، افسیر دستیر برنج همی چیندیم میاردیم، یک دفعه بودجی ها را خالی میکنیم کلان، یک ترپال اوار میکردیم برنج چینده و قصه کده و یاد از همون دوران های سابق بخیر قربان همون سابق حالا ممو دوران یادم آمد که هم برنج همی چینیم و هم قصه میکنیم که خسته نشیم. خب مثلا میداری یک کسی باشه قصه کنه تو هم مگه مادم نمیفهمم این کلگی که باشه دوست دارم بسیار یک محبت خاص می باشه. تو یک قصه ما و قصه و قصه همه تو تیر میشه نمیفهمی که یک بوجیره چیندیم یا دو بوجیره، یک ها میبینی که برنج خراب شده. خدا جان همه قدر از دوران های جنگ خاطره بد دارم. یک دفعه از پاکستان آمدیم، ما و همشیرین همراه برادرک ما آمدیم که کالا را مکتبا را اعلان کرد که کوچتان انتقال بدیم، کوچه انتقال بدیم. رفتیم کارتینو رفتیم که کالا را بکشیم. یک قسم راکت باران آمد، از سر تیاره میزد، از پایین راکت میزدن. دیگه ما قدر قرآن شریف بود، این می قرآن شریف در بغل خاطر ما گرفتیم. دیگه گیان میکنم دیگه ای همشریم و برادرم رفته پشت موتر که موتر بیاره که کوچه بریم. دیگه نمیت گرفتیم گریان میکنم، میگم آخ خدا یا قرآن عظیم شان دیگه تو از این بلای نگاه کنی باره خدا به خیر خوبی بدرکم بیای خورکم بیای. دیگه می دعا کده میرم و زر کده میرم و قرآن شریف هم آچ کده میرم که یک وقت یکم ماره آرام شد تیارم هم اوهی زد خورد بودم زمین ای که آرام شد یک نفر آمد کوچه ماره ترقه زد، کوچه ماره که ترقه زدن گفت خاله اونو یک مردکه و یک زن که بود اونو مو اردوش زخمی شده. حالا مولوده جان که زمین از زیر پایم رفت آسمان از برق زد. حالا نه زمین جای میتن نه آسمان، حالا ایران ماندیم اینجا موتر هم پیدا نمیشه. ما چه قسم برم یوال خوار بیاده را بگیرم و خدا چطور کنم. خدا میال دیدم که یک موتر چکل آمد گریان کردم میرم. دیگه یک دانگه گلم داشت برادر کلان من گلمه کسی را جمع کردم، یک دانگه کفتا لگن بود و یک چای بیارم در نظرم توش نشدین. آه بچیم یک آه چای بیار برخالت بیریتان بیار محال جانم بیار که چای بخورن خسته نشن. قصه مخو بسیار قصه های زیاد درد دل ما زیاد است. بچیم موتر چکل آمد دیگه می هر راکت که می گاید از زیر تایر موتر مدرایم، گاید از زیر پوز موتر مدرایم، گاید از چه طرف خودم اندازم در بغل موتر که باش که من چرا نخور، من خواه چرا خوردگی یا دلیر می سازه یا بیخی بزدل، من دیگه بیخی بزدل ساختم. در اون روز که این موتروان ها گفتن خیره بیادر جان، همین هر قدر پیسه می گیرد، دیگه گریان ها می کنم، هر قدر پیسه می گیرد، ولی از خدا می تم که من برم مامی برادر مام شیریم اول شب بگیرم که هم شیریم ده تا اشتب دارم این چطور شد این چه قسم شد. دیگه بخ می زنم گریان می کنم، قرآن شریف هم دم بغل گای تا میرم گای بالا میرم. آخر گفتم دمی جنگلی چی نیست موتر چکلم پیشوریش گک بلندی دارم، در بلندی همی کالاگکا را انداخت دمی شیشتی من از رای پل چرخی برده برای اون تو از رای پاچه سای از رای پاچه سای پای منار از دو چارایی از اینجا پایینم کرد گفت که هم شیره این تا اینجا همه ما دیگه سون پاچه سای میریم خودت اینم اینجا سا چکا کدام موتر دیگه این کالا را پایان کرد. یک دفعه میایم کالا را ماکم میگیرم که کدام دوزی نکنم، باز یک دفعه دمی سر روی خود میزنم گریان میکنم موتر میردست میتونم موتر استاد نمیکنم. بسیار روز روزگار خراب بود دیگه زبایده جان. آخر یک موتر کالاگرکای من بالا کرد برد در بلاکای سارندوی پایان کرد و مشکل قصه دردا زیاد هست دیگه در بدل خود زیاد هست. خب یک چیز کنیم
یک بریج پخته کنیم؟ نه، یک بریج پخته نمیکنیم. بسه بکنیم که به همه سالای ما باش کمیجه بگویم که منتظر یک برنامه دیگه هم باشین. ما از این برنج یک چیزی بسیار مزدار آماده میکنیم و در برنامه آینده منتظر از اون برنامه هم باشین. و چی خوب است که برنامه را با یک آهنگ تمام کنیم. آه بخدا خوب گفت زدی مقال جان. بخاطر کمی هموطنهای عزیز ما همین قصه‌های ما را دیده، شاید رنج برده باشن، شاید زیاد دلشان سوخته باشن، شاید بعضهای شاید تا گریه کرده باشن. حالا آله هم یک خانده نک میکنیم که خنده بر لبایشان بیاریم. بر لبایشان بیاریم و برنای عزیز ما خدافزی میکنیم. آهنگ بشنوید. فتیار میله می کردیم، گل بسریار دستم می کردیم، با سرک شب بوسه می دادیم، با دمدم صبح دوبه می کردیم. صلی علی یا حبیب الله یا محمد یا رسول الله. آسمانی کبود و چادری زنگالی، جافت یار میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم. خبر شدیم که بی بفا زن کده بود، جافت یار میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم. از زنی بدید بیگی خطی بیزاری، جافت یار میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم. تا موتو شویم لیلی و مجنواری، جافت یار میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم. با سرک شب بوسه می دادیم، با دمدم صبح توبه می کردیم. صلی الله یا حبیب الله یا محمد یا رسول الله. یاران برادر و مرایات کنین، جافت یار میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم. دی مراز چوب شمشاد کنین، جافت یار میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم. مرا قدم قدم وردارین، جافت یار میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم. در خاک سیابانین و فریاد کنین، میله می کردیم، گل بسری یار دستم می کردیم.